سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست با شما هستم. این قسمت چهارم از ویژه برنامه آلت پرستان هست و ما قراره توی این قسمت در باب فرهنگ سازی صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستی. خب توی این ویژه برنامه آلت پرستان ما سعی کردیم در باب این فرهنگ اسلامی که با نگاه به موضوع جنسیت و شهوت داره صحبت بکنیم. این نگاه اسلامی که توامان گره خورده با مسائل شهوانی، این نگاه آلت پرستی رو به نوعی ترویج داده و حالا قرار هست توی این قسمت در باب این فرهنگ سازی بیشتر صحبت بکنیم که چه فرهنگی رو برای کشور ما ایران و دیگر کشورهایی که اسلام زده هستند ساخته. در قسمت‌های پیشتر یک پیش‌درآمدی دادیم، این نگاه اسلامی رو تصویر کردیم، در باب تناقضات گفتیم و حالا توی این قسمت قرار هست که در باب این فرهنگی که حالا ساخته شده بیشتر صحبت بکنیم. یکی از این فرهنگ‌های ساخته شده قاعدتاً مسئله خیانت هست، نگاه به خیانت هست. یعنی شما مواجه هستید با یک نگاه اسلامی که مروج این خیانت هست. بارها درباره‌اش صحبت کردیم، توی همین ویژه برنامه گفتیم شما مواجه میشید با یک نگاه اسلامی که این خیانت رو بخشی از بدنه فکری خودش میدونه، تبدیل به قانون و قاعده میکنه. این چند همسری که در اسلام مطرح شده، اینکه حالا مردها میتونن 4 زن رو در اختیار داشته باشن و در مذهب حالا تشیع میتونن با صیغه هزاران زن رو هم در اختیار بگیرن، و در کنار اون این نگاهی که نسبت به کنیزان داشته، بردهداری داشته و این نگاه شهوت‌آلود، تا چه اندازه مروج این خیانت در شکل فرهنگی اون بوده. حالا شما مواجه میشید با فرهنگی که توامان گره خورده با مسئله خیانت. ما گفتیم، صحبت کردیم، بارها هم اشاره کردیم، خیانت قاعدتا همیشه وجود داشته و خواهد داشت. یعنی شما همیشه روبرو میشید با مسئله خیانت به عنوان یک موزل اجتماعی، ولی مشکل اونجاست که حالا این خیانت تبدیل به قاعده و قانون بشه، حالا تبدیل به اون داد شما بشه، تبدیل به اون قانون شما بشه، و در نهایت قاعدتا این قانونی که مروج این خیانت هست یک فرهنگی توامانه با خیانت خواهد ساخت. حالا شما مواجه میشید با این چهره لخت و عوری که نسبت به خیانت باهاش روبرو هستی. خب قاعدتا میبینید این خیانت که بخشی از این فرهنگ است. حالا مردها میتونن به سادگی این کار رو بکنن، میتونن قانونا خیانت بکنن به همسرشون، عشق رو پایمال بکنن، از بین ببرن و به سادگی در این خیانت زندگیشون رو بگذرونن، یه کار قانونی انجام بدن و این قانون هست که پشتوانه اونها هست. حالا قاعدتا این در مردها که خلاصه نمیشه، قاعدتا این نگاه خیانتبار، این تقدیس خیانت، این قانون کردن خیانت یک جایی هم راه رو به جایی میبره که حالا زنها هم خود رو در همین وادی ببینند. هر چقدر که در برابر شما بخواید قانونگذاری های وحشیانه هم بکنید، این بخشی از فرهنگ ساخته شده هست به دست این نگاه مسموم و بیمار. حالا داره یک تصویر مشخصی به شما با شما مطرح میکنه در باب این که مردان میتونن به سادگی چند همسر رو در اختیار داشته باشن، خیانت بکنن، قانونن خیانت بکنن، و قانون هم در راستای تقدیس این خیانت داره به پیش میره. حالا این اون فرهنگی رو میسازه، اون زنانی که در این ظلم و ستم هستند هم خودشون رو مجاز بدونن برای این خیانت و این خیانت کردن، و این اون فرهنگ عامه توامان شده با خیانت رو میسازه. حالا شما اگر روبرو میشید با خیانت در کشورهای دیگه، یک ضد ارزش، یک کار بی اخلاقی است. اما حالا روبرو میشید با یک کشوری که توامان گره خورده نگاه‌ها و باورش با این نگاه خیانت آلود، و حالا داره این ارزش باشون مطرح میشه که خیانت کردن یک ارزش، نه یک ضد ارزش. حالا شما مواجه میشید با این فرهنگ ساخته شده توامان با خیانت، مردانی که خیانت میکنن، کار قانونی انجام میدن، و حالا مجوز و جوازی هم داده میشه که کسانی که زیر این ستم خیانت هستند هم خیانت بکنن. و حالا مواجه میشید با جامعه‌ای که
درگیر این مسئله خیانت هست. در این کشورهای اسلامی، در کشور خودمون ایران، نگاه بکنید به این آمار و ارقامی که درباره خیانت وجود داره، تا چه اندازه تبدیل به یک فرهنگ شده، تبدیل به یک ارزش شده. خب ریشه در همین نگاهی داره که قانونن داره خیانت رو ترویج میده، قانونن داره اعلام موعظه میکنه نسبت به این خیانت، خیانت رو بزرگ داشت براش به وجود میاره، تقدیسش میکنه. حالا قاعدتا روبرو میشید با فرهنگی که تو همان گره خورده با خیانت. حالا هر کس خودش رو آری از گناه و اشتباه و جرم میبینه که بخواد این خیانت رو بکنه، گاهن حتی به واسطه ظلمی که بهش شده، با هم به واسطه فرهنگی که در برابرش ایستادگی کرده، هم حاضر است این خیانت رو بکنه، این بیبندوباری رو بکنه. فرهنگی که مدام داره در راستا این بیبندوباری، این خیانت، این هرزگی پیش میره، شما وقتی روبرو میشید با معانی همتای این چند همسری که مروج این خیانت هست، تقدیسگرایی است برای این خیانت، حالا میتونید به سادگی هم روبرو بشید با جماعتی که به سادگی خیانت میکنن، مردها که قانونا این کارو میکنن و کسانی هم که به نوعی در برابر قانون دارن این کارو میکنن، خودشون رو مجاز میدونن که این کار رو انجام بدن. وقتی شما روبرو میشید با معانی مثل صیغه کردن، حالا روبرو میشید با دریایی از این بیبندوباری و فاحشگی، حالا همه خودشون رو مجاب میدونن وارد این فرهنگ ساخته شده بشن. این فرهنگ بیماری است که این نگاه وحشیانه رو داره هی گسترش میده، هی بیشتر و بیشتر میکنه. اما مواجه میشیم با فرهنگ ساخته شده ای که توامان با خیانت گره خورده، یک بخشی از معنای خودش رو از همین تقدیس خیانت گرفته. حالا فرهنگ عامه در جوامع اسلامی گره خورده با مفهوم خیانت است به شکل قانونی. خیانت تبدیل به یک قانون و قاعده و عدل و انصاف شده. مردها به سادگی میتونن خیانت بکنن در پرتو قانون، با تکیه به قانون. و زنهای رنجیده هم که در این نابرابری زندگی میکنن، خود رو مجاب میدونن و این تبدیل به اون فرهنگ عامه میشه. حالا تا چه اندازه در کشور ما ایران این وجود داره، موضوعی که میشه درباره صحبت کرد. تا چه اندازه ما این رو ضد ارزش دونستیم، در برابرش ایستادگی کردیم، در برابر معنایی مثل همین صیغه ما روبرو میشیم با اینکه مردم حاضر نیستن این فرهنگ احمقانه و وحشیانه رو قبول بکنن. اما حکومت وقت، این نگاه اسلامی، سعی در گسترش این نگاه مسموم و آلوده و بیبندوبارانه رو داره. در باب همین مسئله چند همسری و خیانت که قاعده و قانون هست، مردم زیر بارش نرفتن، در برابر این ضد ارزش ایستادگی کردن. اما حالا شما روبرو هستید با حکومتی با نگاه اسلامی که این رو ارزش تلقی میکنه، این چند همسری و این خیانت رو ارزش تلقی میکنه و مدام ما شاهد این مبارزه فرهنگی در برابرش هستیم. گاهن قدرت مردم بهش غلبه میکنه، در برابرش ایستادگی میکنه، اما مدام شاهد این فرهنگ آفرینی هستیم که دارن در همین راستای خیانت به پیش میرن. فارغ از مسئله خیانت، حالا شما روبرو میشید با یک وحشیگری و خشونتی که تبدیل به فرهنگ عامه مردم شده در این جوامع اسلام زده. حالا وقتی روبرو میشید با آیاتی که در این زمینه هست، وقتی شما روبرو میشید با آیه‌ای که در باب زدن زنان داره صحبت میکنه، که زنان رو یک نوع برده شما تصویر میکنه، فرمانبردار در برابر شما تصویر میکنه و تمرد اونها از فرمان شما مساوی است با زدن شما، اینکه حق دارید اونها رو بزنید، حالا دارید مروج این خشونت میشید، این فرهنگ رو تزریق میکنید در جامعه، که حالا هر مردی در هر جایگاهی خودش رو مالک و صاحب زن خودش بدونه، بتونه او رو کتک بزنه. حالا این دریای بیکران از خشونت‌های خانگی در برابر شما هست. حالا این نقطه ایست که این تبدیل به یک اتفاق فرهنگی شده. تمامی این ناهنجاری‌ها در سراسر جهان وجود داره، اما اون جایی که اینها تبدیل به قانون میشنده که حالا دچار یک اتفاق فرهنگی میشیم، حالا وارد تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی ما میشه، شاهد میشیم که این خشونت‌های خانگی تا چند اندازه علیه زنان وجود داره. وقتی ما مواجه میشیم با یک تصویری که پدر رو صاحب و ولی و مالک فرزند خودش قلمداد میکنه، حالا شما مواجه میشید با این قتل‌های ناموسی،
حالا اون پدر خودش رو مالک او میدونه، مالک فرزند خودش میدونه، تخطی از اون قواعد و قوانین پرتناقضی که تصویر شده در باب پاکی، این پاکی که تنها و تنها تو امان گره خورده با پاکی تن و بکارت، حالا یه تصویری به دست ما میده که به سادگی مواجه بشیم با این قتل‌های ناموسی. حالا روبرو میشیم با مالکانی که ملک خودشون رو از بین میبرن. تصویر همون همتای همون ملک و مالک هست، تصویر فرمان و فرمان بردار هست در زمینه زن و شوهر. یک تصویری داره به شما میده از این که شما فرمانده بر زنان خودتون هستید. حالا اگر فرمانی میدید، مثال یک ارتشی درجه دار، مثال یک کسی که در نیروهای نظامی داره خدمت میکنه، فرمانش هر تمردی از اون فرمان مواجه هستش با تنبیه و مجازات و حتی مرگ. حالا شما روبرو میشید که مرد خودش رو صاحب بر همسر خودش میدونه، فرمان میده و اگر اون فرمان اطاعت نشد، حالا میتونه او رو کتک بزنه، میتونه خشونت بر علیه او به خرج بده. و مواجه میشیم با این فرهنگ وحشی و خشونتباری که در جوامع اسلام زده هر روز شاهدش هستیم. حالا یه تعدادی بخوام بشینند و در پی تلطیف این نگاه وحشیانه و آلوده اسلامی باشند که بگن نه، منظور این نیستش که شما بخواید همسر خودتون رو بزنید. شما روبرو میشید با این فرهنگ ساخته شده. حالا هر چقدر شما دستاویزی بکنید برای اینکه این معانی رو تغییر بدید، آیا در بین آحاد مردم میتونید این معانی رو تغییر بدید؟ دستاویز موضوعی شدید که این منظور از زدن با نمیدونم برگ زیتون است و زدن با مسواک در دست است و از این جور مفاهیم. خب اینها یا قابل گفتن نبوده توسط همون خدایی که شما بهش باور دارید، که شما بعد از 1400 سال بعد به این معانی برسید و اینها رو مطرح بکنید که دور از واقعیت است. در طول این 1400 سال تمام این زنانی که زیر این خشونت‌های خانگی بودند، این خشونت افسار گسیخته‌ای که اعمال شده نسبت به اونها، پاسخ تمام اونها رو چگونه خواهید داد؟ این مبنایی که ساخته شده و این نگاه خشونتبار رو ساخته، چگونه میشه این تصویر رو برهم زد؟ تصویری که وجود داره، داره این فرهنگ رو به مردم تزریق میکنه، همتای همون تصویری که نسبت به خیانت داریم مطرح میکنیم، همتای اون این نگاه خشونتبار هم داره تزریق میشه. حالا شما شاهد این هستید که این تبدیل به بخشی از نگاه فرهنگی کشورهای اسلام زده میشه. اینکه یک پدر صاحب و مالک بر فرزند هست، اینکه حتی بعد از کشتن او هیچ مجازاتی در برابرش وجود نداره، اینکه او به عنوان مالک او، به عنوان صاحب او، به عنوان خدای بر او میتونه او رو از بین ببره، حالا ما مواجه میشیم با این دریای بیکران از کشورهای اسلامی که فرزندان خودشون رو کشتن، این قتل‌های ناموسی رو شکل دادن. در کنار اون معانی مطرح میشه مدام پیرامون این غیرت بیمارگونه‌ای که تنها و تنها در پی آسیب زدن به اون ناموسی است که براش تعریف شده، حتی با معنی خود غیرت که به نوعی دفاع از ناموس خود در برابر دیگران هست هم در تناقضه، مثل تمام معانی پرتناقضی که مطرح شده. حالا اون پاکی که تو امان گره خورده با پاکی تن و بکارت، مواجه میشیم باش که به سادگی یک پدری حاضر باشه فرزند خودش رو سر ببره و از بین ببره. و حالا حتی تشویق میشه دیگه، خب قاعدتا این توسط حکومت ها، توسط این نگاه اسلامی تشویق هم میشه. این فرهنگ مدام داره تزریق میشه به جامعه که این نگاه خشونتبار و وحشیانه رو ادامه بده. ما شاهد قتل‌های ناموسی باشیم، شاهد این خشونت‌های خانگی باشیم. شما مواجه میشید با فرهنگ سازی پیرامون این کودک همسری، پیرامون این تجاوز به کودکان. امروز شما در یک جامعه متمدن، در یک جامعه‌ای که بر پایه عرف و بر پایه عقلانیت به قوانینی رسیده، رابطه جنسی با یک دختر زیر 18 سال، حتی زیر 21 سال در برخی از این کشورها، حتی در صورتی که رضایت اون دختر رو هم داشته باشه، به عنوان تجاوز به حساب میاد.
حالا شما روبرو میشید با این تفکر بیمارگونه ای که ریشه در این تفکرات بیمارگونه اسلامی داره که به شما حق میده دختر 9 ساله رو به عقد خودتون در بیارید. تا چند اندازه روبرو میشید با اخبار وحشیانه ای که حتی گاهن به خاطر این روابط جنسی متجاوزانه جان خودشون رو این کودکان از دست دادن. این اون فرهنگ سازی بیمارگونه ایست که ما باهاش روبرو شدیم. این اون فرهنگی است که شما باهاش روبرو میشید و میبینید که کودکان رو چگونه بدون اینکه حق انتخابی داشته باشن، حق اختیاری داشته باشن، در اختیار متجاوزی میدن. این نگاه تجاوز به کودکان تبدیل به یک اصل و قانون و قاعده شده و این اون بدبختی است. این اون نهایت بدبختی است. یعنی شما یک جایی مواجه میشید با یک تصویری که یک دیوانه مجنونی که بیماری جنسی داره به یک کودکی تجاوز کرده، اما این سمت قضایا شما روبرو میشید با یک جماعتی که این رو قاعده و قانون میدونن، تجاوز به کودکان رو قاعده و قانون و نوع زیست خودشون به حساب میارن. حالا شما مواجه میشید با این کودک همسری هایی که داره اتفاق میفته در جاجای این کشورهای اسلام زده، این کشورهای غرق در نادانی و جهالت و خشونت بر علیه زنان، خشونت بر علیه کودکان، کودک کشی، قتل‌های ناموسی، تجاوز به کودکان. اینها اون فرهنگی است که ساخته شده، فرهنگی است که شما باهاش روبرو میشید. این تبدیل به یک بخش فرهنگی شده، یعنی از اون جنبه جنایت خودش دور شده، تبدیل به فرهنگ شده. ما درباره یک اتفاق صحبت نمی کنیم، یعنی درباره یک موضوعی صحبت نمی کنیم که امروز میتونید مثالش رو در کشورهای مختلف اروپایی هم داشته باشید که یک دیوانه مجنون بیمار جنسی به یک بچه تجاوز کرده. دارید درباره این صحبت میکنید که به صورت قانونی قانونمند تبدیل به فرهنگ میشه. حالا شما میتونید دخترهای 10 ساله، 9 ساله، 12 ساله، 13 ساله، 15 ساله رو بفرستید به اتاق زفاف، بفرستید برای تجاوز. این بخشیست از فرهنگ ساخته شده. حالا یه فرهنگیست که در اون کودک همسری ارزش به حساب میاد، تشویق میشه توسط این حکومتهای بیمار اسلامی، داره تشویق میشه که شما کودکان رو در همون سن پایین بهشون تجاوز بکنید، اونها رو باهاشون همبستر بشید. نگاه بکنید به کتاب‌هایی که این فقها نوشتن، عناوین بیمارگونه‌ای که حتی به نوزادان هم رحم نکردن. در یکی از کتبش هست که همین خمینی هم تو این زمینه صحبت میکنه که تو ایران ما هم یه بخش جنبه عمومی هم پیدا کرده، خیلی ها هم به نظرم باهاش درگیر هستن، این معنا رو شنیدن که حتی ارضا شدن یک مرد با نوزاد رو هم مجاز میدونه. اصلا تفکر به این نگاه منزجر کننده از حتی نمیشه بهش فکر کرد که تا چند اندازه میتونه بیمار باشه. و بعد قرار هست که یک سری بیمار جنسی قاعده و فرهنگ و قوانین یک کشور رو بسازن، نوع زیست جمعی انسانها رو تصویر بکنن، انسان‌هایی که تا این حد بیمار هستند، بیمار جنسی هستند، در مسائل جنسی و شهوانی غرق هستند، آلت پرست هستند. این اون نگاه آلت پرستی است که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. این اون فرهنگی است که ساخته شده، که مروج خیانت است، که وحشیگری و خشونت علیه زنان، قتل‌های ناموسی رو به بار آورده، کودک همسری رو تصویر کرده. شما با یک فرهنگی روبرو میشید که صاحب بر زنان هستید، زنان ملک شخصی شما به حساب میاد. حالا این زن هیچ ارزش و اعتباری نداره، جز مایملک شماست. شما به عنوان مرد، مردی که درباره اش صحبت کردیم، فرهنگ ساخته شده در باب مردان که مردان رو تا این حد بی اختیار، بی شعور، بی عقل تصویر میکنه، به عنوان یک موجودی داره تصویر میکنه که هیچ قدرت اختیاری ندارن، هیچ قدرت تعقلی ندارن، هیچ مهری در وجودشون نیست، هیچ نوع رابطه ای رو به جز رابطه جنسی نمیفهمن. یعنی با هر زنی که نزدیک میشن تنها چیزی که به ذهنشون میرسه فقط رابطه جنسی است. هر زنی در کنارشون باشه، نه به عنوان همکار اون رو میتونن قبول بکنن، نه به عنوان همراه میتونن قبول بکنن، نه به عنوان دوست میتونن قبول بکنن.
به هیچ عنوان، فقط به عنوان مسائل جنسی میتونن به یک زن نگاه بکنن و با دیدنش بلافاصله تحریک میشن. نهایت تحقیر مردان در این موضوع داره اتفاق میفته و شما دارید در باب این فرهنگ صحبت میکنید، فرهنگ بیماری که زنان رو ملک مردان به حساب میاره، زنان رو بی ارزش تصویر میکنه و در عین حال خود مردان رو تحقیر میکنه و بی ارزش تصور میکنه. مردانی که هیچ قوه‌ای ندارن برای انتخاب، برای اختیار، برای مهر، برای دوستی، برای عاطفه، برای زندگی، تنها و تنها یک مسئله رو میبینن، اون هم مسائل جنسی هست. حالا با اینکه یک زنی نمیدونم روسریش بیفته، بلافاصله تحریک میشن و تمام مسائل جنسی جهان در ذهنشون تصور میشه. وقتی ما داریم میگیم آلت پرستان، مفهوم این نگاه هست، این فرهنگ هست که در تمام جوامع اسلامی و اسلام زده ما باش روبرو هستیم، به اشکال مختلف، به اشکال مختلف که تبدیل به ارزش شده، تبدیل به فرهنگ شده. گاهن روبرو میشیم با تضادهایی که وجود داره در عرف جامعه برای قبول این نگاه ها. در همون ایران خودمون، ما در ایران خودمون شاهد چهره افسار گسیخته ای از این خیانت نیستیم. یعنی همه مردان حاضر نیستن که چند همسری بکنن به واسطه فرهنگی که حالا توسط خود مردم ساخته شده. گاهن به مردم خیانت شده که این فرهنگ ساخته شده در برابر این نگاه دوک ایستادگی نکرده، حتی گاهن اون رو هم قبول کرده، با سر پایین، به واسطه ترس، به واسطه وحشت قبولش کرده، تقدیسش کرده، هرچند که در برابر او صحبت میکرده. یعنی ما گفتیم، صحبت کردیم، من خودم به عنوان مثال باورها و عقایدی که دارم در برابر نگاه اسلامی است. یعنی اسلام در برابر من ایستادگی میکنه، من باور به آزادی دارم، به جان دارم، به برابری جانها دارم، در برابرم این نگاه اسلامی وجود داره که تا دندان مسلح در برابر این نگاه های ایستادگی خواهد کرد. من جان رو برابر میپندارم، انسان ها، گیاهان، حیوانات، همه همتای هم حق زیستن و زندگی کردن دارن، اما در برابر من یه نگاهی هست به اسم اسلام که حالا انسان رو اشرف مخلوقات میدونه، این انسان رو تسلیم در برابر خدا میدونه، طبقات رو میسازه، پس این در برابر من ایستادگی میکنه. حالا من میتونستم این نگاه خودم رو مطرح بکنم بدون اینکه نیم نگاهی نسبت به اسلام داشته باشم، این تصور رو بدم و در کنارش یک تقدیسی هم نسبت به اسلام داشته باشم، از کنارش بگذرم، بعد اونجا شاید حتی مقبول هم قرار می گرفت، شاید هیچ ترس و واهمه ای هم نداشت، شاید هیچ عواقب بدی هم نداشت، اما این خیانت به اون بیداری عمومی بود، خیانت به آگاهی بود، خیانت به همون معنای آزادی و برابری و جان بود، خیانت به تمام مفاهیمی بود که بهش معتقد بودیم، چرا که او این نگاه اسلامی آلوده در برابر ما تا دندان مسلح ایستاده، ارزش‌هایی رو مطرح می‌کنه که تماماً ضد ارزش ما هست، ارزش‌هایی رو مطرح می‌کنه که مروج خیانت، مروج خشونت، مروج تجاوز، کودک همسری، قتل‌های ناموسی، صاحب برزنان شدن، تحقیر مردان هست. فرهنگی امروز ساخته شده که در دل اون شما رو به عنوان یک مرد صاحب بر زنان میدونه، زنان رو بی ارزش تصویر میکنه و بعد به موازات او شما رو به عنوان یک مرد تحقیر میکنه، بی ارزش خلم داد میکنه، تمام ذهنیت و باور و اعتقادات شما رو گره خورده در مسائل جنسی میدونه و شما رو تبدیل به یکی از اون سربازهای این فرقه آلت پرستی میکنه. شما روبرو میشید با فرهنگ ساخته شده ای که در نهایت یک دشمنی جنسی به وجود آورده. یعنی اصلا قرار بر این هستش که این زن و مرد در برابر هم باشن. مردانی که همه زندگی رو فقط و فقط در دل همین رابطه جنسی میبینن و زنانی که تمام عمر مورد ظلم این مردان قرار گرفتن، حالا قرار هست که در برابر هم بایستن. قرار هستش که هیچ نزدیکی رو نسبت به هم نداشته باشن. از همون نقطه ابتدایی این فرهنگ سازی داره اتفاق میفته، شما روبرو میشید. این نگاه ها اگر قرار باشه در یک جامعه همسو و هم دسته با خودشون اتفاق بیفته، شما شاهد این دیوارکشی بین انسان ها هم خواهید بود. حتی خیابون ها را هم شاید دیوارکشی بکنن که با هم ارتباط نداشته باشن. اشکال مختلفش رو در کشورهای مختلف اسلام زده هم شاهدش بودیم، میبینیم که سعی میکنن هر جایی که نزدیکی بین انسان ها هست به مفهوم کلی، فارغ از مسائل جنسی و این طبقات احمقانه ای که ساخته شده،
شما میبینید که سعی میکنن اینها رو از هم جدا بکنن، اینها نزدیک هم نباشن، دشمن هم باشن، در برابر هم باشن. مردها در برابرشون زنانی تصویر میشه که گمراه کننده هستن، مایه شرارت هستن، مایه فریب هستن، باید از اونها دوری بکنن. و زنان هم که در برابرشون یک دیو چندسری به اسم مرد تصویر شده که باعث تمام این ناکامی ها و نابرابری هاست. حالا قرار هست یک دشمنی جنسیتی تبدیل به فرهنگ بشه که در خیلی از کشورها هم شده. قرار هست ما شاهد یک دوری بزرگ باشیم نسبت به این دو جنسیت. تصویر حقیقی نیست که از این جنسیت ها در کنار هم همواره در کنار هم بوده. یعنی شما به دو کودکی که فارغ از این تعالیم پوسیده و بیمار هستن نگاه بکنید، چه دنیای زیبایی در کنار هم دارن، تا چه اندازه نزدیک به هم هستن، فارغ از این مفاهیم ابلهانه‌ای که به اونها داره داده میشه. به محض اینکه نگاه آلوده شهوت پرستانه و آلت پرستانه اینها وارد این نگاه میشه، حالا قرار هست اینها از هم دور بشن. حالا قرار هست که هر کدوم در یک مردابی که براشون تصویر کردن غرق بشن و از بین برن، هر روز از هم دور و دورتر بشن. دنیایی که اونها در نزدیکی و در کنار هم میتونستن بسازن تبدیل به یک دنیای بیمار، یک فرهنگ آلوده میشه که همه ی دنیا رو در مسائل جنسی خلاصه میکنه. دنیای اونها که پر از مهر و محبت و در کنار هم بودن بوده، تصویر دو کودک رو در کنار هم مجسم بکنید که وقتی فارغ از این معانی آلوده، این فرهنگ بیمار، این تعالیم فرسوده و پوسیده هستن، تا چند اندازه به هم نزدیک هستن، تا چند اندازه دنیا رو زیبا میبینن، نزدیک به هم میبینن. به محض اینکه این فرهنگ بیمار وارد موضوع میشه، حالا قرار هست اینها از هم فرسنگ ها دور بشن. قرار هست یک جماعتی محکوم بشه به اینکه آلوده است، نگاه شهوت پرستانه ای داره، تمام دنیا رو مسائل جنسی میبینه، فاقد هر گونه عقل و شعور و ادراک و اختیار هست و در برابرش یک موجود اغواگری تصویر میشه که فقط به دنبال آلوده کردن اونها هست، هیچ حقی نداره، ضعیفه هست، نصف اونها به حساب میاد، باید بزنیدشون، باید از بین ببریدشون. و حالا شما مواجه میشید با این فرهنگ آلوده و بیماری که این تصویر بیمارگونه رو ساخته، فرهنگی که قرار هست از توسط اسلام به خورد مردم داده بشه. گاهن هم روبرو میشیم باهاش که موفق شده، تونسته تا این اندازه بین انسانها تفاوت بذاره، فرق بذاره، دنیای اونها رو در این سیاهی غرق بکنه، در این مرداب اونها رو اسیر نگه داره. این دوری رو شما شاهدش هستید، این دشمنی رو شاهدش هستید. حالا شما مواجه میشید با زنی که قاعدتا با توجه به این فرهنگ بیمارگونه باید دشمن خودش رو همین مردان ببینه، مردانی که در برابر او تصویر شدن، مردانی که شاید کمی دورتر در اون دوردست ها زمانی که کودک بودن حاضر بودن جونشون رو بدن تا خاری به پای خواهرشون، دوستشون، همراهشون، همون کودک دختر نره. اما حالا در برابر هم قرار میگیرن، سالیان سال از هم دور و دورتر میشن. فرهنگی که قرار هست در دل اون، در دل این دوری و دور کردن اونها، این موجودات رو از هم قریب بکنه، اینها نسبت به هم هیچ شناختی نداشته باشن. این اون فرهنگی است که داره فریاد میزنه تا این انسانها رو در این قالب تقسیم بندی که بهش باور داره از هم دور و دورتر بکنه، دو دنیای متفاوت برای اونها بسازه. در اشکال مختلفش روبرو هستیم دیگه، در یک کشوری مثل افغانستان الان دوباره این طالبان و این افکار پوسیده و بیمار اسلامی قدرت گرفته، حالا سعی میکنه نذاره حتی دختران به مدرسه برن، اگر برن باید در این پوسته که براشون میسازه دور از دیگران این درس رو بخونند. در ایران خودمون مواجه میشیم با این جداسازی ها در مقطع‌های مختلف مدرسه. حالا اگر یک دریچه‌ای باشه که در دانشگاه این دختر و پسر نزدیک هم باشن، هم هر کاری میکنن خودشون رو به زمین و زمان میدوزن که این دوری، این دشمنی باز هم بیشتر و بیشتر اتفاق بیفته. اینها برگرفته از اون نگاه بیمارگونه ایست که تصویر شده، همون نگاهی که من با دربارهش بارها هم صحبت کردم،
نگاه آلوده‌ای که تنها و تنها همین مسائل شهوانی رو میبینه. شما مواجه میشید با فرهنگی که در راستای نابودی مفهوم عشق است. اجازه این نزدیکی داده نمیشه که بخوان حتی این دو جنس با هم ارتباطی داشته باشن که در نهایت این ارتباط قرار باشه عشقی اتفاق بیفته، چرا که تمام مسائل تصویر شده در راستای یک مسئله مشخص و اون هم آلت پرستی است. همه چیز تو امان گره خورده با شهوت و شهوترانی، در نهایت کیساری که قرار هست از دلش تولید مثل بشه. تصویری که داره این نگاه اسلامی به شما میده همین معنای مشخص است. زنان کیسار شما هستند، حالا شما باید با اینها ازدواج بکنید، بچه دار بشید، رابطه برقرار بکنید. مردها اگر به زنها نگاه میکنن همه چیز رو در همین مسائل جنسی میبینن، همه چیز گره خورده در همین مباحث جنسی است، اونها رو به شکل یک سری آلت و عورت میبینند. حتی مواجه میشیم دیگه، تمام بدن زنان هم عورت اونها هست، به جز نمیدونم دست و پاشون رو. یه همچین مسائل رو مطرح میکنن چون این دقیقا اون باور حقیقین اونها هست. موضوعاتی که داره مطرح میشه، پایبندی که داره از اونها مطرح میشه در راستای این دوری، دشمنی و در نهایت نابودی عشق. عشقی که قرار هست به واسطه شناخت، به واسطه ارتباط به وجود بیاد. حالا شما هیچ دریچه‌ای باز نذاشتید تا این ارتباطات شکل بگیره، مدام در پی دور کردن این دو جنسیت از هم هستید، مدام در پی این دشمنسازی نسبت به این دو جنسیت هستید و خب در نهایت هم شما هیچ وقت روبرو نمیشید با این شکل و ثمره‌ای که به اسم عشق ما بشناسیم که بر پایه شناخت و ارتباط است. پس ما وقتی داریم در باب این فرهنگ سازی در زمینه آلت پرستی و این نگاه اسلامی صحبت میکنیم، یک تصویر مشخصی است نسبت به همه این اتفاقات وحشیانه‌ای که در این کشورهای اسلامی میفته. به ایران امروز خودمون نگاه بکنیم، گاهن روبرو میشیم با فرهنگی از سوی مردم که متضاد با این تصاویریست که من دارم مطرح میکنم. آره خب میبینیم مردم هم سعی کردن فرهنگ خودشون رو تا جایی در برابر این نگاه های آلوده، در برابر این تعالیم بیمار قرار بدن، تغییر به وجود بیارن. اما اون حکومت وقت، اون نگاه اسلامی توامان داره تلاش میکنه که این نگاه های بیمار خودش رو تبدیل به ارزش بکنه، تبدیل به فرهنگ عمومی بکنه. در برخی از این کشورهای اسلام زده هم بیشتر شاهد این نگاه هستیم، چرا که این تعالیم قدرتمندتر بوده، چرا که زمینه هایی برای تغییر فرهنگی کمتر فراهم شده، شعرهای کمتری بودن، نویسندگان کمتری بودن، کسان کمتری بودن که بخوان این فرهنگ آلوده رو تغییر بدن. اما ما مثلا شاهد شعرهای بیشماری بودیم که در زمینه عشق صحبت کردن، در زمینه برابری صحبت کردن، در زمینه آزادی صحبت کردن، سعی کردن یک تصویری رو هرچند مخدوش، هرچند آلوده به این نگاه اسلامی، در راستای تقدیس این نگاه وحشیانه کردن، اما باز هم سعی کردن این فرهنگ رو تغییر بدن. اما در نهایت شما روبرو میشید با همین تصاویری که قصد این نگاه آلت پرستانه اسلامی در راستای این هستش که فرهنگ غالب تبدیل به همین فرهنگ بشه، فرهنگی که غرق در خیانت است، اصل و قانون و قاعدش بر پای این خیانت است. مردها رو محق میدونه برای اینکه بخوان چند همسر در اختیار بگیرند. این فرهنگ بر پایه نابودی عشق و محبت و عاطفه و مهر و رابطه است. این فرهنگ در راستای وحشیگری، خشونت، جنایت است. شما مواجه میشید با این تزریق فرهنگی برای این خشونت، ادامه این خشونت، قتل‌های ناموسی، صاحب خوانده شدن پدران و جد پدری، حالا صاحب شده اون همسر نسبت به زن خودش، زن خودش رو به بدترین شکل میزنه، چرا که قاعده و قانون در برابرش هست، قانونی هست که او رو محق میدونه برای این رفتار. حالا فرهنگ ساخته شده برای اینکه این خشونت گسترش پیدا بکنه، این خشونت به بخشی از فرهنگ عامه تبدیل بشه، قتل‌های ناموسی اتفاق بیفته، خشونت علیه زنان اتفاق بیفته، زنان نیم مردان به حساب بیان، این نابرابری ادامه پیدا بکنه، زنان رو ضعیفه خطاب بکنن، زیر دست و پا له بکنند، این نابرابری به وجود بیاد، نابرابری که تبدیل به یک نابرابری فرهنگی شده در نهایت.
حالا شما با مردانی روبرو میشید که خودشون رو برتر از زنان میدونن، با زنانی روبرو میشید که به واسطه این فرهنگسازی از تمام پیشرفت ها در برابرشون مانع به وجود میاد، نمیذارن که به اون جایگاهی که دارند و لایقش هستن برسن. از طریق قانونی شما روبرو میشید، از اون نوک هرم نگاه بکنید در این کشورهای اسلامی که حاضر نیستن به زنان جایگاه و مرتبتی بدن برای قاضی شدن، برای نمیدونم تبدیل شدن به همون علمای دینی، تبدیل شدن به رهبر، به رئیس جمهور. تمام مبانی بسته میشه برای اینکه زنان نتونن به جایگاهی برسن، در اختیارشون باشه. اگر فرهنگ عامه اون جامعه مدنی در برابرشون ایستادگی نکنه، به یه جایی میرسن که حتی اجازه ندادن زنان از خونه هم بیرون بیان. همونطوری که ما شاهدش بودیم در همون کشور عربستان، تا چندی پیش هم شاهد همچین موضوعاتی بودیم که حتما باید یک زن به همراه یک همراه مرد بیرون بیاد. همین امروز مگه شاهد این اتفاقات نیستیم که تا چه اندازه مانع تراشی میشه برای پیشرفت زنان در راستای نابرابری فرهنگی؟ این نابرابری که تبدیل به یک نوع فرهنگ شده، این فرهنگ آلوده رو پدید آورده. وقتی ما از این فرهنگ سازی اسلامی، این فرهنگ سازی آلت پرستانه صحبت میکنیم، روبرو میشیم با این تصویری که درش تحقیر زنان تبدیل به یک اصل و ارزش شده. گفتیم هرچه صحبت بکنن در باب ارزش دادن به زنان، به جایگاه زن، هم در راستای همون تحقیر کردنشون هست. همون تناقضاتی است که مدام داره تکرار میشه، اینکه زنان رو بی ارزش تصویر میکنن، برای فردیت، برای استقلال اونها هیچ ارزشی قائل نیستن، برای اینکه اونها بتونن پیشرفت بکنن، به جایگاهی برسن. برابری رو به هیچ عنوان نمیشناسن، زن رو ابزاری برای مرد تصویر میکنن، کشزاری برای مرد تصویر میکنن. شما مواجه میشید با این نابرابری، با این تحقیر. یکی از فرهنگ های بیمارگونه که در این جوامع اسلامی وجود داره، تغییر کردن جای قربانی و جانی هست. یعنی شما روبرو میشید با این شکل بیمارگونه که حالا قرار هست در دل اون شما قربانی رو مجرم بدونید. امروز در تمام این کشورهای اسلام زده ما مواجه با همین صحنه هستیم. اینقدر این تهاجم فرهنگی بیمارگونه آلت پرستانه وجود داره که یک زنی که مورد تجاوز قرار میگیره خودش رو قربانی نمیدونه، خودش رو جانی به حساب میاره، خودش رو گناهکار تصویر میکنه. اینقدر زیر بمباران هست با اون تصویر احمقانهی که نسبت به پاکی دارن. حالا احساس میکنه پاکیش لگدمال شده، حالا احساس میکنه که وارد این وادی از ناپاکی شده. حالا شما مواجه میشید با این نگاه بیمارگونهی که داره برای شما تصویر میکنه، تصور میکنه، زن رو اقواگر در برابر شما چهره میده. در کنار اون میاد از یک مردی تصویر میده، یک مرد حقیر و پسی که هیچ قدرت انتخاب و اختیاری در خودش نداره، هیچ عقل و شعور درستی نداره و مدام در حال تحریک شدن هست. زنانی رو داره تصویر میکنه که اقواگر هستن. حالا اگر یک مردی رفع یک زنی تجاوز کرد، جای قربانی و جانی هم به سادگی عوض میشه. یعنی شما مواجه میشید با این تصویر در برابر که حالا اون زن هست که مرتکب گناهی شده، اون زن هست که گناهکار و مجرم هست. این رو تبدیل به اون فرهنگ عامه میکنن. باید اون زن یه پوشش مناسبی داشت. این رو شما در اشکال مختلفش حالا دارید میبینید. تبدیل به یک فرهنگ بیمارگونه میشه که از همون ابتدا زنانی که مورد تجاوز قرار میگیرن حاضر نیستن از اتفاقی که در قبالشون این جنایتی که شده حتی صحبت بکنن. این تبدیل به اون فرهنگ بیمارگونه آلت پرستی است که ما باهاش روبرو هستیم. اگر زنی لباسی پوشیده که حالا یک نوعی باز هست، حالا هر کسی مجاب هستش و اختیار داره و مجاز هستش که بتونه به او تجاوز بکنه. حالا این تبدیل به فرهنگ عامه میشه که خیلی ها در هر جایگاهی که هستن بیان و درباره این اراجیف صحبت بکنن، این خزعبلات رو دربارش اظهار نظر بکنن. این تبدیل به اون فرهنگ عامه میشه، جای قربانی و جانی تغییر پیدا میکنه. کسی که قربانی این نگاه تجاوزکارانه هست تقبیح میشه، چرا که لباس مناسبی نداشته با اون تعاریفی که دادن. مردهایی هستند که
با خوی وحشیگری، با خوی تجاوزگری در پی زنان هستند. حالا اگر لباسی مناسب با اون تعاریفی که ما دادیم نپوشیده، میتونه بهش تجاوز بکنه. ما با این صحنه‌های وحشتبار روبرو میشیم، حتی در همون صدا و سیمای جمهوری اسلامی من روبرو شدم با یه همچین تصاویری که ارائه میدن. یک خونخاری که میشینه در برابر کسی که بهش تجاوز شده و بعد به اون میگه که اگر شما لباس مناسبی، یعنی اونجاست که باید واقعا به حال این سرزمین گریست، به حال اون مردمان گریست که چه فرهنگی، چه تعالیم بیماری قرار هست که به اونها داده بشه و قرار هست از دل این جماعت چه انسانهایی پدید بیان، چه انتظاری میشه داشت. وقتی درباره این فرهنگ بیمار داریم صحبت میکنیم، این اون نقاطی هستش که برای ما ساختند، از اون ترویج خیانت، از اون وحشیگری، از اون قطرهای ناموسی، از این نابرابری که تبدیل به فرهنگ شده، از این ذلیل کردن زنان، تحقیر زنان، تحقیر مردان، بی ارزششون دادن مردان، تغییر جای قربانی و جانی، این دشمنی جنسی که به وجود میاد، این دور شدن دو جنسیت از کنار، همین نابودی که از عشق تصویر میشه، لگدمال شدن و لجنمال شدن مفهوم و واژه عشق، معنای عشق بی ارزش و بی اعتبار میشه. اما شاهد این فرهنگ امروزی هستیم که در جامعه ایران در خیلی از مواردش وجود داره، در یه تعداد بیشماری وجود داره و در کشورهای اسلام زده دیگه هم که باهاش باسم روبرونش. این فرهنگ بیماری که ثمرش قاعدتا همین نگاه ها هست، ثمره این آموزه ها، این تعالیم قاعدتا همین نگاه هایی هستش که دربارش صحبت کردیم. میشه ساعت ها هم دربارش صحبت کرد، اما ما سعی میکنیم که در این ویژه برنامه آلت پرستان به صورت کلی درباره موضوعات صحبت بکنیم و کمتر نزدیک به مصادیق بشیم، به مستاخ ها بشیم. درباره این موضوع همیشه ساعت ها صحبت کرد، در باب این فرهنگ بیماری که این نگاه اسلامی ساخته و ما امروز باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، چه در کشور ایران و چه در کشورهای دیگه ای که این گونه اسلام زده هستن و در این تعالیم بیمارگونه، در این ارزش های دور از زندگی به نوعی مطرح میکنن. در قسمت‌های آتی هم سعی می‌کنیم در باب موضوعات دیگه صحبت بکنیم، پیرامون همین نگاه آلت پرستی، و در نهایت هم به نگاه ما به جان برسیم و درمان و تغییر و دگرگونی که ما رو به اون سمت و سوی درست ببره، تعالیمی که باید جایگزین بشه، به باورهایی که باید تغییر بکنه، ارزش‌های دوباره ای ساخته بشه و ما شاهد این دگرگونی و انقلاب باشیم برای زندگی بهتر، برای زیستن، برای آزادانه زندگی کردن، برای برابری، برای مفاهیمی که بهش معتقد و مترف هستیم. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، این ایمان تازه با دیگران هم مطرح بشه، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه به برنامه بنام جان نمیشه. من پیشتر از اینکه بخوام برنامه بنام جان رو ضبط و منتشر بکنم، از 15 سالگی دست به نوشتن کتاب‌های زدم، کتاب‌هایی که بیانگر باورهای من، ایمان من، اعتقاد من هست. این کتاب‌ها در قالب شعر، داستان، داستان کوتاه، آثار تحقیقی، مقالات هست. میتونید تمامی این آثار رو در وبسایت جهان آرمانی و صفحات رسمی من در شبکه‌های اجتماعی دریافت بکنید به صورت رایگان. فارغ از کتاب‌ها که به صورت PDF هست، حتی برخی از این کتاب‌ها به صورت صوتی هم آماده شدن، برخی از اشعار هم به صورت صوتی موجود هست. همین برنامه به نام جان قسمت‌های دیگه‌ای داره، ویژه برنامه‌های دیگه‌ای داره که می‌تونید اونها رو هم دریافت بکنید و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، این ایمان تازه با دیگران هم به اشتراک گذاشته بشه، این آثار رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.